حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد من هستم. من فاطمه معتمداریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. دنیا با غمهاش یا 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 یا
دنیا دو روزه، روز به روزه، دنیا دو روزه، روز به روزه، کم بکن فکر امروز و فردا. من تو رو میخوام، تو منو میخوای، من تو رو میخوام، بی خیال دنیا باش. بیا 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 بیا. افسانه جابی یا بیدار، یک ساعتی که صحنه حاضره، همه اومدن منتظر تو هستن. داشتم سناریو میخوندم. سناریو میخوندی یا خواب میدیدی؟ چه خواب خوشی، یه عشق رویایی. حتما با یه جوون خوشگل و خوشهیکل و پولدار. ها آره، قیافشم این بود. ده این عکس هم آره. عالی جنابه که میخواییم داستان رو آره. فیلم بکنیم. خیلی خوب، پاشو بریم، دیر شده. پاشو پاشو بریم بابا. جونم چه اسم قشنگی برای این فیلم انتخاب کردین. هفت شهر عشق. خیلی قشنگه. هفت شهر عشق را عطار گشت، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه. من به جان رنج ها دیدم، خریدم به جان ناز یار و لطف قهر عشق را. هفت خواست آسمان را پا زدم، هفت خان هفت را پا زدم، تا بگردم قهر عشق را. Oh!
خسته نباشی. مرسی. چه زود اومدی؟ فکر میکنی تازه دیرم شده؟ وقت داریم برم سلمونی؟ نه همینطوری به خونش کجاست؟ هتل رامسر یه جا اجاره کرده. باید خیلی مواظب باشی. میدونم چیکار کنم. تو بگو ماشینش چه سیستمیه؟ ماشینش کادیلاکه، رنگش هم نقره‌ای. یه قربا طبق دستور سه لیتر آب بیش درجه حرارت مخلوط با یک سیسی اسانس گل سرخ. یلا شروع کنید. چش قربان اطاعت. شیر پاستوریزه دو بار جوشیده 111 گرم. بله. شیر پاستوریزه چند بار جوشیده 111 گرم. یک گرم پودر قیر بدون کافئین حل شده در 5 سیسی آب 100 درجه حرارت. یک گرم پودر قهوه بدون کافئین حل شده در 35 سیسی آب 100 درجه حرارت. تخم مرغ خانگی نیم بند 1 عدد. تخم مرغ خانگی نیم بند 1 عدد. تخم قاز نیم رو شده با کره گوسفندی 1 عدد. تخم قاز نیم رو شده در کره گوسفندی 1 عدد. بذارید حرارتش به 25 درجه برسه بعد ببرید برای یاد جناب. آقای آبدار باشی گشتگی میرم. این صابون ما چی شد؟ سرم تعجیب عرض کنم. تو؟ خانه اماننده آری جناب مخلص شما. باز گفتی خانمو؟ یه دفعه منو دنبال خودت دووندی پام شکست. حالا دیگه چه خیلی؟ من چه تقصیری دارم؟ دفعه بهت گفتم با وجود عموجان عالی جناب تو حق نداری خانمو باشی. آخه اسمم اینه. دست کردی با هر کی که این اسم رو گذاشته. شما درست بفرمید. یالا برای تو لازم آبیم. عجب صابونه خورده. برو میده صفانه رو بچین. چش برو. جو خوب جه دوردم. حالا جرعت داری سینه رو برکن. مولا جو یه دونو ما چوان بده شب عروسی پام کرد بزن. ول کن بابا تو هم سر صبحی حسنه داری. مولا جو جونو ما یه دونو ما چوان بده دل منو نشکن. حالا جو فقط یه دونو بیا جونی اینجره نگاه کن. بازی افریقه سر کلش پیدا شد. سلام علی جناب. صبح بخیر. این چه لباسی؟ لباس راحت و بدون تشریفات. میخوام برم گردش. صبحانه؟ نه اشتها ندارم. دکتر خبر کنم. من که مریض نیستم. علی جناب عصا، کلا، دستکش دارم خانم. با خاک به سرم. مردم چی میگن؟ علی جناب با این لباس چی کار میکنی؟ سیم باتری شور شده اصلا به تو چه بار میده؟ مجموعی اتومبیلم خراب میشه انقدر دستکاری شده. نفهمیدم مثلا تو میفهمی؟ تو محافظ عالی جنابی برو دنبالش پشه لغتش نزنه. عالی جناب اومدم. من خودم تمام میشم. خودمون تمام میدیم. پس من چی کارم؟ ای وای رفت سیم باتریش هم شله. برو دنبالش مثل تو جاده خاکی گیر میکنم. من برم. نخی پس من برم. بله تو باید بری دنباله. برو با جیپ ما برو.
ببینم خوشگله. ماشین عالی جنابه. بله خوده. چی؟ نمیدونم. چینه عالیه. پیشکش خانم. چه دست و دلواز. کیسه خلیفه میبخشه. ببینم تو راننده. من؟ بله بله من راستم. خودش کجاست؟ خودش؟ که اینجا نخیر. نه نخیر تو هتله. چقدر حقوق میگیری؟ حقوق؟ والا بد نیست. دلت میخواد هرچی آرزو میکنی داشته باشی؟ البته مخصوصا خیلی دلم میخواد یه نفر منو واسه خود داشته باشه. خودم خوشگله. عالیه. اگه گوش به حرفم بدی هم پولدار میشی هم میتونی منو داشته باشی. میگه چیکار کنم؟ منو با اربابت آشنا کن. بله خب باش. اگه اربابت منو ببینه عاشقم نمیشه؟ حتما میشه. خب منم میشم زن اربابت. بعد هرچی که تو بخوای بهت میدم. خیال کردم واقعی منو دوست داشته باشی. در دنیا فقط یه چیز دوست داشتنی وجود داره، اونم پوله. پول؟ نه من که قبول ندارم. تو قول دادی جونم. خب حالا باید چیکار کنم؟ منو میذاری تو این ماشین میبری پیش اربابت، میگی تو را با من تصادف کردی، باقیش با من. اربابم؟ باشه عوضش پول داره. آخه یه چشمشم بابا غوریه. قصه این چیزا رو نخور. دست و پا چلفتیه. اگه یه تیکه گوشتم باشه چون پول داره عزیز. خداحافظ. خداحافظ. عجب چیچه مامانیه. این چی بود؟ چی بود؟ حالا کجا بود؟ کجا اومده؟ کجا میخواست بره؟ برو تحضیح برزی کن. چی شده قربان؟ ماشی خراب شده؟ افسوس میخواد. حتما چشمش به این زرق و برق افتاده. منو میخواد. بد نگفتی. تو رو میخواد. پس من برم دوبالش قربان. نه گوش کن، تو باید بشی عالی جناب. ما غلط میخورم قربان. عیبی داره؟ من حوصله قرقر اون افریته رو ندارم. باشه خودم درستش میکنم. قربان اجازه بدی بس صورتت رو زیاد پاک کنم. اینجاش خیلی بده. قربان حرارت آب دهنه من 25. برو بالا تو بهت بگم چیکار بکنی. قربان جای اون پشته. گفتم برو بالا. پس چی با چیکار کنم؟ یکی رو میبره. پس اجازه بدی بس این باتیشو سفت کنم. برو برو. اینطور وظیفه خودتون انجام میدید. عالی جناب صبحونه نخورده؟ کسی همراهش نبوده و خودش پشت فرمان نشسته. کدوم گوری بودی؟ آزاد؟ آقایون همه شما امروز مرخصی. برید و تا غروب هم حق ندارید برگرد. برید گرشید. چلی زود باشید. یلا منم باید برم. برو. یلا که اینطور دستورم میدی؟ دستور عالی جناب. عالی جناب شما رو حساب فرمود. الان مرور جون همین الان خدمت میرسه. خجالت بکش. دستور عالی جناب. عالی جناب همه شروع برخص کرد. خیلی خب بیا چرا ببینم. بله قربان. به این لباسا رو بپوش. ببینم قربان به زحمتش میارزه. خوشگله. بپوش حرف زیادی هم نزن. باشه قربان. میگم اگه یه روزی خاطر خواهی من شد تکلیف من چیه؟ بپوش. بهش گفتم یه چشمش بابا غوریه. چی؟ بابا غوری؟ بله باید یه چشمتو ببندی. از این گذشته گفتم یه پاتم چلاقه. دست شما درد نکنه. کلم بزنم. یه دستتو نصف بدنت هم افلیجه. پس بفرمایید قربان بنده یه باریکی چهار چنگولی بشم. آره آره همین خیلی خوبه. خاک بگورم. چرا تو لباس یادی من از این میترسم. بگو نه اینجا ببینم. چشم قربان میام اونجا. من میرم اونو میارم تو هم اینو دکش کن. آره جرام میگم بهش بو خودش خوب بسازه. ها برو کنا. چشم بابا دیوونه شدم. منم مثل تو. آخه چی شده؟ رو تو بکن و بر میخوام شلوارم عوض کنم. مگه نمیدونی؟ نه نه ترسیا میخوان عالی جناب رو بکشن. چی؟ من
مگه نمیبینی من دارم فداکاری میکنم؟ من دارم این لباسا رو میبویم یارو من عوض عالی جناب اشتباهی بگیره. خانم تو چقدر خوبی تو این لباس، خیلی خوشگل شدی. پس بیا بیا کمک کن اینو بپوشم. بگی بینم یالا. پس من چیکار کنم؟ آها، به محض اینکه صدای بوق اتومبیل شنیدی فورا میری اون اتاق آخری قایم میشی. مگه قاتل نده اینجا؟ پس چی؟ چرا به پلیس خبر نمیدی؟ آخه هنوز معلوم نیست کیه. قیافش چجوریه؟ آه از قیافش نگو و نپرس. چشماش مثل دو کاسه خون، سیبیل از بناگوش دارم، کله گنبد دبا، گردن مثل شاخه چراغ. بابا این پوت چیه؟ یه پوت گشادتر یار من بپوشم. بودا جلو من سلام. بودو بودو برو به اتاق آخری من چون بودو جلو بودو بودا بیبی ندار همه نیم پوشم. الان میاد بیرون، حاضر باشه. سلام آره جناب. پسر تو اینجا چی کار بکنی؟ با یه خانم تصادف کردم. میخواستی برش بیمارستان؟ من دکترم. خب آوردمش اینجا دیگه. خوشگله. قربان یه نگاهی بهش بکنی. جوونه. داره قربان. جانم قربونش برم الهی. پپر معصوم چه نازه. اوه 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 اوه. زیر چشمی چه خنده خوشگلی میکنه. نازه تو برم. خیلی بیا ورده میزنم میزنم آمچه میزنم بیرون. بیا نتر کنم. بیا من کجا هست؟ تو بغل خانمون. حالتون جا اومد؟ میتونین را بریم؟ چطور شده؟ چیزی نه، یه گیلاس آب خونک حالش جا میاره. اجازه میفرماییم ببرم دستت بکش؟ من خودم دستا چلوفتی هم. پسر زن جوان و زیبا برای مردی مثل من خوبه. برو بسات آب خونک آزه کن. یالا چشمال جنب دودو دیگه. منو لک کرد جونم. بایست برش برید بایش بودی بیا جونم. حالا اینجا یه بودی بشی این خستگی در بیره. آخه جنم بیا اینجا مثل خانوما بشین اینجا. جانم شما متأهل هستید؟ من خانم جون از بچگی هم بچه اهلی بودم هم سرده. نه منظورم اینه که مجرد هستید یا نه. اصلا از جربت هیچ خوشم نمیاد. میخوام بگم که همسر یعنی سرش مثل سر من باشه. نه این سر فقط تک. توی خونه شما زن هست؟ او فراوو دی سفید منشی عمه خاله همه چی. خودتون زن دارین یا نه؟ یه سی چهر پنجات عقدی دارم. دوی سی تا سیغه سه چهار هزار تم اصلا همینطور دورورم میپده کرده ترخوش کم. شما چقدر با نمکی. آی پسر نمک بیاری تفته خیلی ترسیده. چشم یک پدری ازت در بیارم. دیگه خوب شدم. چشمتون چی شده؟ این تو این جنگ آخری اینجوری شده. یعنی یکی و دو میبینی؟ یه خورده کمتر یعنی یکی و نسی. آجتا بشو بیا. چشم بابا بجم بیارزه. ای میگه چشم را بیا تونتر. آره دیگه ای ببری آلی جناب. این افریته تو رو بچه ننه بارو دوز آلی جناب. ارده دو تا گیلاس مشروب آوردن نداره. برو بوم شما بذار رو میز. چشم ببینم دلت میخواد یه رقص عالی تماشا کنی. پس حالا تماشا کن. Thank you.
من نه ناز تو اگه خریدم تو برو میخندی یا نه من قد و بالا نمیخوام یار با وفا نمیخوام نمیخوام برام بمیرین همه عدا نمیخوام چهره نمیخوای چهره نمیخوای دلبر خوش رو نمیخوام کمون ابرو نمیخوام جوون کم رو نمیخوام پس چی میخوای پس چی میخوای دلم میخواد تیر باشه زشت و زمین گیر باشه صاحب پارک و جل جنبی تیر باشه بیدم علاج قربونت برم علاج خودم فدات بشم علاج قیمه و قربت بشم بیا بیا وحشی بیا نه ازدواج نمیشه نمیشه وای به حاکم گفته میشه آخ بخون آقشته میشه وای قاطی آشرشته میشه تو انکه تو وزر بشت تو دست رفت تو مدبخت تو خوشبخت تو وزر سخت تو بیرخت تو روی تخت دارم رام لا 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 دارم دیتر دارم دا ببینم دلت بخواد باید ازدواج کنم همین الان ای ببینم اما نه حالا آمادگی ندارم باشه برای فردا فردا چه ساعتی؟ فردا؟ آلی جناب میرفتم دنباله والا حالا آلی جناب کلشون گرمه و متوجه نیستن که چی میگن فردا خودم میام دنبالت عجب که این آلی جناب بازم میل بفرمه رو دروسی نکنی نه جون شما بستم میترسم سقل سر چه گفتی میخوان آلی جناب رو بکشا؟ بله چه قاتل حیدایی چشمات و کاسه خون از بنو بیشتر رفته کله گوبت دوار گردن تو شاخه چنار یه بلای سر بیارم که خودت هست کن دست تو مار بزن زن دیدی قابل زندگی نیست اتفاقا خیلی بانمکه چی چی رو بانمکه با اون چشم کور و دست پای افریجش نگو تو رو خدا بانمکه باز میگه بانمکه آخه اون تو زندگی چی داره پارک و ویلا و جواهر و پول لذت جوانی و عشق چی؟ عشق رو میشه از آزاد خرید منم این معامله رو کردم گوش کن برای آخرین مرتبه خواهش میکنم اشتباه نه به خدا پول زیاد آدم از زندگی بیزار میکنه اگه تو عشق منو بپذیری و من که مفت و مجانی نمیتونم عشق تو رو قبول کنم تو چی میخوای؟ میخوام منو به خاطر خودم دوست داشته باشی و با هم زندگی کنی تو دیوونه ای فکر میکنی که من میتونم از پول و ثروت اون عالی جناب بگذرم شانس بزرگی به تو رو کرده جوانی مثل من طالب عشق توه مطمئن باش اگه با من ازدواج کنی پشیمون نمیشی ازدواج نکرده پشیمون شدم کار خودشو کرده داره به عالی جناب میاد متاسفم آفرین خوب تورش زدی هیچ فکر نمیکنم به این زودی را بیاد چی چی رو را بیاد خوندم رقصیدم عشوه اومدم تا این پیرسگ ایمی رو به هوس رو بردم از کی حرف میزنی؟ از عالی جناب جونت اما اهل حاله یه چشمی پیرسگ چیه؟ عالی جناب دیگه باریکلا چی داری میگی؟ عالی جناب همون بود که پرسو چی؟ چی چی میگی بابا من اونو میشناسم چی؟ عالی جناب؟ اینجا هم یخمون نگرفت باید بریم تهرون یه فکر دیگه ای بکنیم Gracias.
امیدوارم که تحصیلات کمال دریا خوش گذشته باشه. ای بد نبود ولی دیگه از این زندگی تشریف کسه شده. آلی جان همه آرزو میکنم که به جا باشم. منم آرزو که یادم معمولی باشم. الحال نمایندگان کمپانی های خارجی همه این رسن. چقدر خوب بود که به کشتی و هواپیما یه عشق ساده و بیارایش پیدا میکردم. عشق های عالی جناب یک کنم خبرت سر صدا را انداختی عالی جناب چیه؟ مگه خبر نداری؟ میخوان از عشق های عالی جناب فیلم بیبیگی؟ دارن دنبال یه هنرپیشه میگردن که رول اونو بتونه بازی بکنه. ببینم راجب اون دخترم چه؟ بله با عکس و تفصیلات مفصل یه روز داره بینم. عشق های با عکس و تفصیلات بقناب یک کرانه بخر و بخون آقا موجوع مهم یک کران. چه خبر خانمو؟ یه موضوعی که حتما باید آلی جناب رو ببینم. یه هم مرتبه گفتم این آسانسور خصوصی و از اون یکی برو کار فوری داره بس لا بود ندید بدید آسانسور چی؟ آلی جناب کجا؟ آلی جناب کجا؟ بالا جناب کدوم اتاق؟ آه کی؟ سلام عرض کنم خانم. خیلی معذرت میخوام ممکنه یه سوالی از شما بکنم خانم؟ ببخشید میخواستم ببینم ممکنه که فقط به اندازه 10 دقیقه قربون جفتتون برم؟ نگاه دارید با شما؟ من گفتم عالی جناب بالاست تو داری میری پایین؟ حالا چرا داد میزنی کارمند خوابم؟ عالی جناب طبقه هفتمه. دیوونه شدم 7 طبقه زیر زمین 7 طبقه رو زمین بابا 7 شهر عشق بیشتر نیست. پتی عالی جناب کجا؟ کدوم گوری رفته؟ چه خبره دیوونه؟ 100 دفعه گفتم این مسخره رو بیرون کنی. نفهمیدم من مسخرم؟ چی شده؟ عالی جناب شما کاش آبرو ما رو بردی آرتیست شدی رفت. دهنت ببند یه بریم تو اتاق یه برو برا احمق یواشتر حرف بزن. خب بگو ببینم چی شده. اینو بخونی میخوان از زندگی و عشقهای عالی فیلم برداری کنن یه آرتیست هم میخوان استخدام کنن. چی؟ پدرشونو در میارم زندگیشونو به باد میده. خب بده شما بره اون نماینده رو را بندازی. بسیار بله. میخوان از زندگی و عشقهای من فیلم برداری. بله واقعا مسخره است. من ندارم. میدونی چی عالی جناب باید به صورت ناشناس رفت اونجا. بریم اونجا چیکار؟ میرم اونجا باهاشون صحبت کنیم دیگه راضیشون میکنیم. اما شما باید این لباساتون رو عوض کنین. مثل این که بعد بله نبسته. گفتی به صورت ناشناس ها؟ تو گویم
بگویم در آغوشه تو تشم بیا بیا فیلم بازی ما من میخوام فیلم تارزان با کلیه گوا درست کنم آقا جان. تو روزنامه اعلان کردین آخه ما چه تفکری من چه میدونستم شما نه مثل اینکه بد نیست میذاری میشه یه غزل بخونه آقا جان ما یک نفر رو میخوایم که رول عالی جناب رو بتونه خوب چه ماد عالی جناب چند تا خیلی چیز آقا جان دیگه جان من هیکلش که خوبه قیافش هم به میلیونر هم بفرمایید سلام خود میلیونر چی چی باز تو سر جنبارو درس تو بخون آخه تو رو چه به این کارا آقا من علاقه دارم برو جان من علاقه دارم برو دنبال درس برو خام شو آهای آهای پیرم با تو تو اومدی اینجا چیکار میخوام بازی کنم بازی کنی چی چی بازی کنی بله من یه دفعه دیگه چند وقتی جای عالی جناب بازی کردم یاد کنی خیلی عالی بود بازی کردی بازی کردی پاک دارم دیوونه میشم آدم همه سرمایه‌شو بذاره تو یه فیلم دنبال هنرپیشه بده آخرشم پیدا نشه اون یکی میخواستی من پیدا کردم خیلی هم شبیه عکسشه بیان بریم اونها شش سو آقا بیا مثل اینکه شبیه آیسه ببینم اول من بفرمایی ایشون هستم خب آقا چی کارن؟ من؟ یه لات آسمون جو مگه آخه ما با همی خب به تو چه؟ آخه من آوردمه خب به اون چه؟ ده آخه ما همیشه بشه آخه به تو چه؟ آخه تو چی هستی؟ بگی به تو چه به اون چه؟ اصلا تو خودت چی هستی؟ ما با شما کار نداریم ما با این آقا کار داریم آقا جان یه خود را برو بینم صحب کنی بینم کلا و دستکش تعلیمی نمیخواد راست میگه اگه تعلیمی و دستکش و کلا سیلم داشته باشه میشه خود عالی جناب آره آره پیر مرد خوشمزه اختیار دارید خوشمزه از خودتون از کار به همه آقایون بگو تشریف ببرن ما اونی که میخواستیم پیدا کرد آقای پسر یه تست از این عالی جناب بگیر پسر خودتی تست میخواد چی کار بکنه مگه نمیبینی خودشی راست میگه دیگه با تو من یک قرون نزول پوهم فیلم زیادی نباید مصرف کرد چی میگی آقا جان من ده همین حرفات که فیلم کار نمیکنه کار کردن و نکردن فیلم اصلا به این چیزا ربطی نداره برادر من داستان باید جالب باشه پس فیلم برداری بنده کشک باده میگه آقا چیه آقا عکاس سر خیابونم میتونی بیاد کار تو رو بکنه مگه تو فیلم برداری رو تو ناف هالیوود گرفتی اصلا این حرفا رو بذار این کنار از فردا باید جارو جلجال مطبوعاتی رو را بندازی چی؟ به جان مبارکتون قسم من یک شاهی از این پولا نمیدم نمیخوایم تعطیلش بکنم هنوز که فیلم شروع نشده شما اینقدر داد و بیداد میکنین حالا بیاییم بریم شام بخوریم بعد آقای قربون اون جهنه برم رود بزرگه رود کچلوه منو قرکی خوردی بح به نازم هی با این قد چه شکمی داره یاوز قضام نباید خورد داستان باید جالب باشی چونی میکنی البته که داستان جالب باشه اگه داستان جالب بود اون وقت فیلم کار میکنه ما پولدار میشیم تو هم هر چقدر میخواییم بخواییم بلاخره چی کار کنیم بذاره بهش تو فیلم یا نه آره بابا صداش کن بیاد کافه یه جوری سنبلش بکنیم من دو خوش بکنم دو خوش شما از این ساعت جزو ما هستیم آها اینو گل گفتی خانم به من افتخار بدین که در هتل هیلتون از شما پذیرفتم
آره نقش خودتو خوب بازی میکنی. نقش؟ ببین جونی، اینجا یه کافه است که ما از صاحبش پول قرض میکنیم، شام و نهارمون اونجا میخوریم، هر وقت پول داشتیم بهش میدیم، تا دیگه بل خرجی نکن. بیا بریم ببینم قربان ماشینی چیکار کنه. پشت سر ما برده بیار. حالا دیگه پشت سر شما بردارم بیارم. نگاه کن چجوری باش گرم گرفته، دختر با محبتیه، مرده کارش هم هست. پس این شام ما چی شو؟ چی شد؟ امشب مهمونم دارن چی کار؟ هر چی میخوان بهشون بگی، فردا میرم حسابشونه میرشم. خانمو، برچه بایستدی؟ بشون چشم. جون صدا چند صدا کیف پوله الهی بگردم به دور کف پوله. چرا من چرا من دل به تو بستم. تو جیبه سفونه برات هر جا بخاره بخاره همونجا چنه اسکر میباره. بازی در میاری یا خانمو دی خانمو خانمو آی جست تو بزر باشت تو دست وقت تو مطبخ ببینم خوشکنه من میپسندی یا نه؟ نه مگه من چه ایفیدم؟ اگه پول دار بودی جونی هیچ عیبی نداشتی. جانم تو با چشم دنبال آریجنابه ها؟ اونو دیگه ویش کن. میدونی آریجناب عشقشو پیدا کرد. اون دختر هنرپیشه رو میگی؟ خب هنرپیشه باشی اگه عیبی داره. اصلا اونو دو ما چی کار داریم؟ گفتی میپسندی یا نه؟ ازت بدم نمیاد. پس دیگه کار تمومه. متاسفانه هنوز نه. دیگه چرا؟ زدم خواسته یه فرگونت بره آری جناب هوا پسه چی؟ اونه هاشه اونه شه بریم Oh, my God.
چیزی نیست، اهمیت نداره. خانمو کو؟ رفته ماشین بیاره. از کجا ماشین بیاره؟ این ماشین مال کیه؟ مال یه بنده خدا. به این کارش کار داریم، زود بیاییم بالا. برو مخصود باشتون. برو. این بچه ها چطور شدن؟ گیر نیفتاده باشه. نه اونا رفتن بیرون، من خودم دیدم ایشون. پس چرا ما نتونیم با هم بریم؟ برای فرار احتیاج به کارگردان نداشتن. میبینی که من دار نیستم، ولی من هر طور شده پولدار میشم. ببخشید. ها میخوای چیکار؟ میخوام که راستش آری جناب آری کنه که زندگی مجللی برای تو فرشته زیاده بکنه. آری جناب لابو توی فیلم. او نه نه، خیلی متشکرم عالی جناب. من از همین زندگی ساده خودم کاملا راضی هستم. راستی شما تنها زندگی میکنی؟ آره تنها هستم. اینه بده من اینقدر حرف نزن، تو که از زیر بطه عملی. نه مادر و پدرم وقت پیش مردم، خودم کار میکنم. ببینم بهت میدم. آره یک گردنبند برید با یک کلیه الماس که تنها یادگارم بود فروختم، گذاشتم تو این فیلم و شریک شدم. بریم آری جناب، اون مادر فولاد فهمی پوس از کلمون میکنه. آف راست بریم بریم. خدا خدافز کنم. خدافز. خدافز. یادت نره ماشین مردم حتما بذاری سر جوشو. چشم، قول میدم خودم ببرم سر جاش بذارم. آه آه یقه اون اگه پیرنم پاره میشه. اگه قبلا گفته بودی اونا تو شمال زن آوردن تو خونه، من نمیذاشتم کار به اینجاها بکشه. این حق بازان نقشه کشیدن که از عشق بازی های عالی جناب فیلم برداری کنن. خانمو هم با عالی جناب رفته. تمامش تقصیر این خانموی حق بازه. اگه گیرش بیارم میدونم چی کارش بکنم، ولی حالا چه میدونم کجا رفتم. تا این وقت شب سابقه نداشته بیرون بمونه. باید یه کاری کرد. بله ولی چه کار؟ بریم پیش خدمتا رو خبر کنیم برن دنبالش. غیر از این کاری نمیتونیم بکنیم. ای داد بیداد عالی جناب، درو بستن. باید طوری بریم تو که هیچ کس نفهمه. برو درو باز کن. کلیدم کجا بود؟ گیرم سخون. عالی جناب باید از دیوار بری بالا. چرا از دیوار برم بالا؟ نه خیر، کار کار شما نیست، من خودم باید برم درو. باز شد ده؟ خیلی خوب، برو بشین پشت ماشین. برو ماشین بیار. خیلی خوب. گفتم برای ماشین بیام. خیلی خوب. تو با همه جهت میگیره خیلی رو باید ممجهت بگیره. عالی جنابی باید خواهیتی. یواشتر مواظب باش بابا، یواشتر برومون میره. آخه این که خدا گفتم یواشتر. شب بخیر عالی جناب، معلوم میشه امشبتون خوش گذشته. بسیار خوب، فعلا یه راننده یه حقه بازی ببرید حبسش بکنید تا بعد خودم تکلیفش معلوم کنم. اول تکلیف فیلم هفت شهر عشق رو معلوم کنید که دارن زندگی عالی جناب تهیه میکنن، بعد کارتو پر کنید. یالا بینم برای بینم یالا. چی شده عالی جناب؟ چرا صورتتون زخمی؟ اگه فداکاری خانمو نبود امشب منو کشته بودن. یه دفعه تو شمال علی جناب از خطر نجات داده. بله قربون ما اینی. بابا جان بفرمایید بریم، من خیلی خستم. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ داخل بشیم یا خارج بشیم؟ نه برو استراحت کن، فردا خیلی کار داریم. و شما خانم تا فردا صبح پیش از این که من بیدار بشم باید یه گردنبند مروارید برای من تهیه کنین، البته از نوع عالی. متشکرم. یه نگین عربازم باید وسطش باشه. بری متوجه شدی امو جون؟ هر طور شده جایشونو میگه. به هیچ وجه نمیزم از زندگی شما فیلم برداری کنم. آخه نمیشه جلوی کار مردمو بگیری، باید فکر اساسی تری کرد. یعنی چه؟ من یک عمر برای تو زحمت کشیدم، تو رو بزرگت کردم. دلم نمیخواد فامیل مادر تو فکر کنن که عالی جناب یک مرد عیاش و هرزه‌ایه. ولی امجان فراموش نکنیم که من جوونم و هر جوونی هم آرزویی داره. چه آرزویی؟ تو هر چی آرزو کنی امجان من برات برآورده میکنم. تنها عشق که در اراده آدم نیست. با این ثروت و عنوانی که شما دارین به هر زنی نباید دل ببندی. دل در اختیار کسی نیست امجان، من کسی رو میخوام که منو واسه خودم دوست داشته باشه. پیدا
دنیای روشن، ای شورایا شور هستی من، از تو شد پیدا نقش آرزوی سراپا امیدی، در شام سیاهم به رویا چون صبح سفیدی، ای رویت بهارم امیدم قرارم، تا به آن ندارم که بی تو یک شب به سرارم. تنها شده ام، افسانه در این دنیا شده ام. براو، آفرین، عالی بود، احسنت، واقعا که تو نابغه هستی. این آهنگو من پیشنهاد کردم تمرین بکنه، بذارش تو سناریو. دیگه کار ما به جای رسیده که همه تو سناریو دخالت میکنن. حالا مگه چی شده؟ نفهمیدم کدوم سناریو، ما که چیزی ندیدیم. مگه باید سناریو فیلمو نشون تو بدم؟ کار تو اینه که هر جایی گفتم دوربینو بذاری، هر وقتم گفتم کلیدشو بزنی تموم شد رفت. چی؟ همین. بله همین. میذارین به کارمون برسیم یا نه؟ من چقدر احمق بودم. من چقدر احمق بودم که پول بیژبونمو دادم دست شما ژبوندار، حالا باید دنبالش بدوم. به به، جناب آقای پولپرست خوش اومدین، مشرف فرمودین. واقعا چشم ما روشن، چه عجب از این طرفا قربان. آقای پولپرست قربون اون قیافه سکسیت برم، چطور شد کافر ول کردین اومدین سر وقت ما ها؟ کافه؟ کدوم کافه؟ دیگه چیزی از اون کافه باقی نمونده. دیشب 10000 تومان بهم ضرر زدین. 10000 تومان؟ بله 10000 تومان. 150000 تومان هم قبلا بهتون دادم، 10000 تومان هم مال آتش بازی دیشبتون رو هم میکنه 106000 تومان. بله، اولا ما دیشب کاری نکردیم، ثانیا شما همش 25000 تومان به ما پول دادی، اونم قسط حلوا جزی، یعنی 1000 تومان 1000 تومان، بقیه‌ش هم که نزولشه. خلاصه اگه امروز حسابتون رو تشکیه نکنین بساطتون رو میریشن به هم دیگه. دوربین مواجه باشه، اینقدر سخت نگیرین آقای پولپرست، یکی دو ماه مهلت بدین تا این فیلم تموم بشه. تو چرا بی خودی خودتو خاچی میکنی؟ کیه؟ هنر پیشه است، نقش عالی جناب رو بازی میکنه. آها، پس خیالاتی شدی، فکر میکنه خود عالی جنابه. بابا برو برو پسر، کشک تو بشاب. گفتم چقدر از اینا طلبکاری؟ میخوای شیکار؟ میخوام بدهیشونو بدم. میخواد بدهکاریتونه بده، خب بدی. زود باش حساب کن ببین قیمت کافه و خونه و زندگیت با طلبایی که داری چقدر بشه. صحنه قشنگیه ها، فیزیک قشنگه ها؟ شما باید برین دارالمجانی، تا یه شات دیگه مامورین اجرا میان همه این اشاشیه رو جفت میکنن، خودتونم میگیرم میندشن تو هلوفتونی. ولی متاسفانه ساعت دیگه تو این شهر نیستی، یعنی بیرونت میکنم. برو، بهت قول میدم. برو برو تلفن کن، مرد هرچی چک و سبت دست مردم داره جمع کنن. بسه باش برو. الو، کار حالی جناب صحبت بکنه. نگاه کن حسن کری، آره جناب، تمامه که تو تبتهاشو بخرید از اون بخرید ها؟ ایل و تمارشم بخرید، از اون اعدامش بد 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 کافه شو. بیو بیو، مگه تو دیوونه شدی؟ چی رو دیوونه؟ دمارش روشه کارتون در میاره. من میتونم یه کاری برای شماها بکنم. چه کاری؟ اون دیگه به شماها مربوط نیست. من یه آدم خرطولی رو میشناسم که میتونه بیاد اینجا. آی پس قربونتم، دستم به دامنت، زودتر این کار رو بکن. اما این کاری شرط. چه شرطی؟ شرطش اینه که منم تو این دستگاه شما یه کاره بکنم. خب میدونم چی کار کنم، میذارم پیشکار عالی نه جناب. من میخوام جز این دست شما بشم. بسیار خوب، اسمتو مینویسیم تهیه کنم. اینم نمیخوام. پس چی؟ من باید از این سوراخی نگاه کنم. بله بله، مگه کلید زدن دوربین کاری داره؟ آه، کلیدش هم خودش بذاره، من فقط نگاه کنم. آقا جون، هر چی ایشون میگن باید انجام بدیم. گرفتار بیرون، مگه هر مال خوبی رو تو باید نگاه کنی؟ فست خیلی دندان چطور شد خانم؟ حاضره خوزه. متشکر. به نخره دست از این بازی ها برمیداری یا نه؟ میخوای آبروی خانوادت رو ببری؟ سلام علیکم قربان. سلام و زهر ما، همه این کارا زیر سر توه. چرا من عزیزم دل به تو بستم. باریکالا، تو هم تنت به تنه عالی جناب قربان.
اگر اجازه بفرمایید راهش اینه که شریک بشین و نصف بیشتر سهم رو بردارید. بله. اون هر چی بگین میگن چش. بله. همین یه کارمون مونده. آره عمو جون بیا اینو قبول کنی. بسیار خوب. اینم به خاطر تو. منم باهاشو صحبت کردم، یارو ساب استودیو تا اینجاش زیر قرضه. چیزی نیست عزیزم. فقط شما خریدم. آخه بدلیه. راستی که قشنگه. چقدر شبیه گردن بند یادگار مادرم. یارو پولبره رو آوردم یکی شریک بشه. عمو جون، عمو جون چیه؟ 1,000,000 سرمایه این فیلم تامین شده. ما چندان احتیاجی به شریک نداریم. عجب. پس منو برای چی بود؟ اجازه بفرمایید قربان، اجازه بفرمایید. الان خدمتتون عرض میکنم اینه بده به من. سرمایه قربان هر چی بیشتر بهتره. در صورت آخرین حرف من اینه. من حاضرم 51% با شما شریک بشم. به اینقدر لفتش نده. چی بگم؟ قبول فرمودن قربان. قیافه شما یه جوریه که آدمو میگیره. باشه هر چی که شما بفرمایید قربان ما قبول داریم. مبارک انشالله، مبارک. بله انشالله مبارکه. حالا یه دقیقه اجازه بدین الان میام خدمتتون. چی میگی جانم؟ چی میگی؟ چی رو مبارکه؟ مأمور ایتو دمه در منتظرته. چی کار کردین؟ عزیز من یه دقیقه آروم باش، من الان پولتو میدم. برو تو استودیو همونجا که فیلم برداری میکردین باشت الان میدم. من نجول پولام هم نقد و جیرینگی میخوام. باشه چشم دارم، حالا تو برو. معذرت میخوام. خب حالا ما ریشمونو میذاریم در سرکار. بفرمایی من پول قرض میکنین گردنبند 30,000 تومانی میخرین؟ چی میگی بابا؟ این بدلیه. آره تو بمیری بدلیه، من خودم جواهر شناشم. آره چقدر خوب میشناسی. من اینو 25 تومن خریدم. من 20,000 تومن پولشی میدم. هر کی این گردنبند رو بخره خره ده بخره. آقا شنو پوش من بخره فرکرم. بفرمایین اونجان، اونجان نیکی تفرق کارو بینکی تفرق کارو بینکی تفرق کارو بینکی. چقدر طلب دارید؟ در حدود 100,000 تومان. همچین خوده یعنی 150,000 تومانی با خشارت کافه میشه 160. بیا اینم 160 تومان بگیر و فوراً از اینجا برو. برو کلیونه، برو دیگه. خیلی متشکرم قربان. بیا این آقا شکارش شجادی که استودیو. من میخواستم با شما شوخی کنم، والا این پولا قابل شما نداره. خواهش میکنم آقای پولفر از پولتونو بگیریم والا بکنیم بذاریم به کارمون برسیم. بگیر پس آخه من این پولا رو چیکار کنم؟ به چی بدم؟ من چه میدونم، بالاخره یه نفر پیدا میشه ازت بگیره. این اقلا یه ما طول میکشه. من نزول این آردنگ بیرونت کنم. اون گردم بند و بیشه 2,000 تومانم میخرم پولشه بدم. نخه بفرمایید بیرون کار داری. خب بچه ها تمرین رو شروع کنین. شهله جون کجا داری میری؟ مرخصی گرفتم، عروسی خواهرمه، باید برم. خب انشالله به سلامتی و مرخصی. الان باید برم سر عقد، هنوز وقت نکردم برم یه کادوی کوچیک براش بخرم. بیا اینو ببر بهش بده. اونم متشکرم، خیلی گرونه. نه 8 تومنه. این آقا برام خریده. ممنونم، خیلی خوب عزیزم. بگیرم پولش. مرسی. بی خود دادش به اون. بیا پولشو بگیری یکی دیگه برام بخر. چیه نگاه زوزه به من نگاه میکنی؟ ای داد بی انصافا، هیچ فکر مردمو نمی کنم. مگه چی شد؟ این چی انداختی گردنه؟ خب جواهره دیگه، مگه نمیبینی چه برقی میزنه؟ ای کار اون زن خدا رحمتش کنه 25 روز به گردنش بود، سرطان پوست گرفت و بندش این دست ما. این گردن بند سرطان پوست میاره. خودوشین چی کار کنم؟ 25 تومن پولشو دادم. 25 تومن پول اینو دادی؟ آره. آه چرا دادی؟ بیا بیم 25 تومن بگیر. من دلم نمیخواد تو مثل زنم جوان مرد بشی. قربون شکلت برم. قربون شما داد. نزدیک بود 25 تومن سر زاد برا. عجب پسر خنگیه. نه خیلی فایده نداره. چند قدم راه برو بینم. نگاه نشد آقا جان من، نشد. عالی جناب که اینطوری را نمیره. پس چطوری را میره؟ به من نگاه کن. دیدی؟ من که اینطوری را میرم؟ بابا این کیو دیگه؟ این که نبالده را بره، نبالده برقصه، نبالده آواز بخونه. آقا جون منو که بذاریم ببینیم اون چی کار میکنه. نه آقا همین خیلی خوبه. بله بله اتفاقا نظر منم همینه. من که عرض کردم خوبه، شما بنده بیت.
گفتم گوش کن جانم. بله. فکر کن که یه خانم خوشگل داره از اینجا رد میشه و تو میخوای نظرش رو جلب بکنی. ببینم چی کار میکنی. افتاد جان خواهش برای یه خورده جلوی آقا را برو. باشید. سلام عرض میکنم خانم. اجازه میفرمایید. بنده مستخدم. اکی ببری نشد. پس باید چی کار کنم؟ برای جلب توجه خانم جانم باید کارهای عجیب و غریب بکنی. مثلا چه کاری؟ من چه میدونم، مثلا صدای سگی، گربه ای، شغالی. بالاخره جانم یه کاری بکن. این که کار انسان نیست. یک هنرپیشه باید هر کاری رو بلد باشه که بکنه. آخه صدای حیوان که جلب توجه نمی کنه. آقا جان من این فیلم باید صحنه های جالب داشته باشه تا فروش کنه، وگرنه ضرر میکنه. آقا جان من بلد نیستم صدای سگ و شغال در بیارم. این رولو بدیم به منوش، اون رولو من بازی میکنم. بله نظر منم هم همینه، ایشون اون رولو بازی کنه. به دامن قربان اون آواز میخونه، میرخصه. خب اینم برخصه، اینم آواز بخونه. بله چشم همینطور. من رخص عربی شدیدم. خب میرخصه. آخه قربان ایشون چون شبیه عالی جنابه برای ایفای این نقش انتخابش کردی. عالی جنابم میتونه همه این کارا رو بکنه. 60,000 تومن پول دادم، 51% از سهام استودیو رو خریدم. چه میدونی چیه؟ اینجور که من حس کردم عالی جناب عاشق اون دختری بهش میگن افسانه. فکر نمی کنید اگه براش زن بگیرید سرش گرم بشه و دختره رو فراموش کنه؟ یه زن مناسب، اصیل، ثروتمند و تحصیل کرده از کجا پیدا کنم؟ فعلا باید یک زن براش پیدا کنیم که سرش گرم بشه. فیلم ما بدبختی و گرفتاری داری فیلم تهیه میکنیم. این رب نخور، دیوونه میشی میزنه به کله. آخره بذاری من دیوونه بشم. آخه چرا؟ مگه چی شدی؟ من سال تو این کار زحمت کشیدم، رقص بلدم، آواز میخونم، ولی اونا حقم به کسی که هیچی بلد نیست. حتی اجازه نمیدم یه تیکشو بازی کنم، شاید منو بپسنده. منوف جان ناراحت نباش، خودتو میدونی که ما مجبوریم هر چون میگه بگیم کش. راست میگه منوف جان. اگه شما کاری کنید چیه دفعه جلوش تمرین کنه حتما میپسنددش. تا این پسره هست شریک ما موافقت نمی کنه. من امشب باش قرار دارم بریم کافی شام بخوریم، شما همین فرصت استفاده کنید. خوبه، ما امشب این شریک پولدارمونو ورش میداریم میبریمش کافه، شاید بتونیم یه جوری باش کنار بیاییم. بیه جون اینم یکی دیگه بگیر. شکرم، تو با این کارت منو شرمنده میکنی. چرا اینقدر رسمی حرف میزنی؟ راستی اگه یه چیزی ازت بپرسم راستشو به هم میگیم؟ البته، چرا نمیگم؟ تو هم منو دوست داری؟ تو رویایی من هستی. آه خدای من، چقدر خوشحالم. راستی افسانه، این همون گردنبند اولی است. قیمت اونم 25,000 تومنه، نه 25 تومن. 25,000 تومن؟ از کجا آوردی؟ این که رقم درشتی نیست. چی داری میگی؟ 25 میلیونش هم چیزی نیست. خیال میکنی جلوی دوربینی؟ قبول دارم خیلی خوب نقش عالی جناب رو بازی میکنی، ولی متاسفانه رقص آواز بلد نیستی. عالی جناب رقص آواز نیست که من بلد باشم، و تو الان داری با خود عالی جناب صحبت میکنی. گوش کنم سر، من تو اغلب کشورهای اروپا و آمریکا خونه و ویلای شخص، اگه مایل باشی میتونیم با هم بریم اونا رو ببینیم. میدونم لابد تیاره و کشتی هم داریم مگه نه؟ چی؟ تو از کجا میدونی؟ کی بهت گفته؟ بیا جونم بیا مشروب خنک و بخور حالت جا بیا. گفتم کی بهت گفته؟ ببینم نکنه دیوونه شدی. تو اینجا باش، من الان برمیگردم. افسانه سب کن. افسانه آخه دودین چیا میدونی؟ همونه که تو از جیرون میبینی مرگ تو. اوه 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 خیلی عالی هست. آره بدنگی از این بر از اون بر. این گمونم یه سرسری بگیده تا هست. عزیزم چرا ناراحتی؟ حق با توست، باید به فکر چاره باشیم. اوه یه دکتر روانشناس. دکتر برای چی؟ برای تو، مثل که کم کم داری دیوونه میشی. تو اشتباه میکنی، سبتو من رو بهت ثابت میکنم. دانم او اومدم بیرون شو ببینم. بچرم چی میکنی؟ بگو که من کی هستم. به سرش زده، خیال بود عالی جنابی.
راست میگه. بیا بخواب اینجا ببینم چی کار داری میکنی. بخواب اینجا تا آب و هوای عالی جناب از سر بیرون کنم. من میخوام به این بگه که من کی هستم. الان بابا اعصابش هم خراب شده باد. احمق جون تو هم خیال میکنی من دیوانه شدم؟ نگفتم یک کمی خول شده. پسر این کارا چی میکنی؟ آره کنار. تو خیال میکنی برای سعادت در زندگی حتما آدم باید میلیونر باشه؟ نه جونم به عکس، پول آدم از را به در میبره. پسر راست میگه دیگه. چرا خانوم، اگه آدم باشه از زندگی بهتر لذت میبره. تو رو به خدا اینقدر از میلیونر بودن حرف نزن. این حرفا رو بذار برای جلوی دوربین. چشم بیا بریم. بیا به زودی خواهید دید برنامه آینده‌ش هم بعد می‌بینی. رادیو. خب. حالش خیلی بده. من چرا بی خودی دلم گرفته؟ اگه یه گیلاس بزنین ها دلتون وا میشه. نه حوصله‌شو ندارم. عالی جناب، شما امشب اختیارتون رو بدین دست من، کاریتون نباشه. خیلی خوب. کجا بریم؟ گفتم کاریتون نباشه. من که شما رو جای بد نمی‌برم. دفع بدازید. دفع. ارباب چه میدونم همینجا ها اونا ها نگاه کن داره میشنگی. تو باید فکر اون دختره رو از سرش بیاری بیاری. آخه من هنوز این آقا رو نمیشناسم، نمیدونم چه جور آدمیه. یک جوون پولدار خوشگل خوشهیکل. حالا اومدیم و اون منو نپسندید، اون وقت تکلیف من چیه؟ باید هر شده نظرش رو جلب کنی. هر زنی از اخته این کارا برمیاد، علل خصوص تو. خیلی خوب، یه کاریش میکنم. بیا حالا به عنوان پیش قصد داشته باش. دلم میخواد دیگه به هیچ زنی نگاه نکن. بگیر بعد میگم کی بیا. بچه دیگه از این بهتر نمیشه. الان هر جفتشون مست مستن، برید بگیریدشون. اگه مقاومت کردن چی؟ ای بابا مقاومت نمیکنه. خانمو که کاری از دستش بر نمیاد. اون یکی هم که مست. آی دن مست یا آسا تصیب شد بلند شد مست نکن آقا تو مخمه رو خودم بیم وایسا امو امو چشم روش همین یک کارتون باقی مونده. تو خجالت نمیکشی؟ تقصیر من نیست قربان، من اطاعت عام کردم. خیلی خوب کافیه باقاشید واقعا خطابر خطابر اینه که تو این دنیا هیچ دوست نداره که منو به خاطر خودت مگه افساده فکر میکنم. حالا برو بالا سواش کن، میخوام بهت یه مشتی. برو بالا یارو کارمونو خراب کرد. تو بارده میتونیم دیرشون بیاریم، فکرشو نکن. پس این یارو که نایمه، تکلیف ما چی میشه؟ شروع کن منوچ بازی کنه. دست رادا پس تکلیف اون شریک چی میشه؟ عجله نکنیم، حتما الان میاد. قربان تلفن. الو بله قربان تعظیم از کردم. بله عالی جناب فرمودم و چون 51% از سهام استودیوی فیلم برداری شما متعلق به ایشونه باید فوراً امرشون رو. بله من از طرف ایشون خریدم همه. بله عرض کردم همه، حتی هنرپیشه ها، مخصوصاً خانم افسانه‌رم همراه بیارید. بله هیچ راهی نداریم، باید بریم عالی جناب رو ببینیم. عالی جناب به کار ما چی کار داره؟ شریکم اینطور خواسته. چاره چیه؟ باید بریم. دوربینم هم بیارم. تو هم حالا وقت گیر آوردی؟ حالا موقع شوخی کردنه؟ را بیفتین بریم. بفرمایید. بریم. میدونی چی عالی جناب؟ این پول لاکردار بلای سعادت و خوشبختی. آره حق با تو. همیشه حق با من بود عالی جناب. اگه من یه آدم معمولی بودم الان معشوقم پیشم بود. بله خب بله. زود باشیم بساطو جمع کن. چرا؟ من امروز از یک دختر خانم بسیار خوشگل دعوت کردم که به دیدن تو بیاد. دختر شایسته و با کفایتیه. به دیدن من بیاد خانمو. زود باش بودو برو بیرون. بود چرا بودم؟ یواش یواش بیرم دیگه. نمیدونم چرا من بود همش بودم. اب نداره بفرمی تو.
خانم زهره رو به حضورتون معرفی میکنم. سلام. سلام. نگفتم حتما میپسندید. خانم عمو جان، این خانم خیلی خوب، حالا بیا برو بیرون. نمیدونستم این قصد صد دارم. چخانم بیا. چرا گیر شدی دختر؟ بود جای خوبی ها ببینی؟ آره دلت خون مال تو بود ولی زنده نبودی آقای کارگردان. برو بابا بالا آقای فیل بردار. پنج انگوش میشه یه وجه. سلام عزیز. سلام عزیز. خوب به موقع اومدیش. عالی جناب با نامزدشون هستم. گرچه اشکالی نداره. کدوم نامزد؟ این دختره رو بگیم. ساکت شو. بفرمی. ولی راستی که دختر زرنگی هستی. این دفعه دیگه عمومو گول زدی. این دفعه هم اشتباه کردم. نمیدونستم بیام پیش تو. خیلی دوست دارم. ما عالی جناب واقعی هستیم. دیگه بهتر نمیشه. عالی جناب در نقش عالی جناب در فیلم عشقهای عالی جناب. کاش دوربینم آورده بودم ولی این صحنه رو فیلم برداری میکرد. بسید که هوا پاسید بفرمید. بفرمید آقای مخواهد. بفرمید هوا بارمید. بفرمید شما بفرمید من بیرد دنبال. بازم باشدی؟ دیگه چی از من میخواید؟ بسلام با یک دختر پاک و عفیف این طور رفتار رو میکنن این خلاف هده. باز این دختر اینجا پیدا شد. چی داری میگی؟ این همون زنیه که تو شمال میخواست منو فریب بده. به خدا داری اشتباه بکنی. من که بعد تو رو نمیخوام. قبول کن که اون تو رو دوست داره. اون شب تو کافه یادته؟ آره یادمه. معلوم بود که زهره باش رابطه داره. گفتم که اشتباه میکنی. اون زهره قربونش برم مال منه. میگیرم اونش برو ازش بپرس. من برم ازش بپرسم؟ چه حسابیه که هیچ کدوم از نقشه های ما عمل میشه؟ این دفعه نقشه جالبی کشیدم. چه نقشه؟ ببینم گفتی عالی جناب این دختره هنرپیشه رو دوست داره. براش میمیره. پس این دفعه چطور؟ ما این دختره رو میگیریم میبریمش یه جا قایمش میکنیم. اگه اون واقعا بهش علاقمند باشه حاضر هر چی بخوایم بهمون. بعد نقشه ای نیست. بیا تو. خانم. ها چی؟ افسانه خانم اومدن میخوان شما رو ببینن. بگو بیان تو. من میرم پشت پارامان قایم میشم. بفرمایید. سلام زهره. سلام افسانه جون. بفرمایید. عجب از این طرفا حتما کاری داری ها؟ آره خودت هم میدونی چیه. اومدم ازت بپرسم ببینم بین تو عالی جناب عشق وجود داره. ناراحت باش جونم، اینجور مردا که نمیتونن با یه زن بسازن. این چه کاری؟ ببخشید. بشین راحت باش. اون چه بیتو زمینه؟ خب افسانه چطور شد؟ مرسی. تلفن زنگ بزنه. بشین من خودم جواب میدم. بله بفرمی. آره جناب. خودم هستم. اگه به زندگی افسانه علاقمندی باید 200,000 تومان به آدرسی که بعدا بهت میدم بفرستی. حالا تا فردا وقت داری که فکر کنی. الو 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 کی بود؟ 200,000 تومان پول خواستن که افسانه رو نکشن. این به جون شما کار کار این دختر زهرو هم دست باشه. پس همین الان برو پول بهشون بده. عالی جناب این کار رو نکنین. پس بگه چیکار کنم؟ عالی جناب میدونی شما باید یک گذشت فداکاری کنین افسانه رو نجاتش بدین و این افسانه بی افسانه. افسانه هرمز مرد خطرناکیه. میترسم به تو صدمه ای برسونه. منم نمیتونم جلوشو بگیرم. دو کلمه بنویس 200,000 تومان براش بفرسته. یعنی قدمو بشکنم خودمو به پول بفروشم؟ نه من هرگز این کارو نمیکنم. حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه. گوش کن زهره تو داری اشتباه میکنی. همکاری با این حیوونا برای آدم ننگه ننگ. یه روز بالاخره پشیمون میشی. زهره حق با توه. آخه میدونی چطوری برات بگم؟ من که زندگیمو برات گفتم. من به پول احتیاج دارم. آخه منم مثل تو جوونم. منم زندگی میخوام. میخوام از زندگیم لذت ببرم. آخ که تو نمیدونی چقدر من بدبختم. پول سعادت و خوش نمیاره.
لذت در صفا و محبت است، در عشق است. ببینم، تو دلت نمیخواد زندگی آروم و بی سر صدایی داشته باشی؟ دلت نمیخواد بچه‌هات کلوت کنن؟ دلت نمیخواد با شوهرت بشینی و راجع به آینده اونا تصمیم بگیری؟ دیگه بسه بسه. کاش میتونستم مثل تو فکر کنم، کاش میتونستم مثل تو پاک و با اراده باشم. تو با این حرفات قلب منو از جا کندی، منو به دنیایی پر از صفا و محبت راهنمایی کردی، دنیایی پر از عشق و امید. منم بیشتر میارزی جنام خوب کافی نیست منو بدبخت کردی؟ از اینجا برو بیرون، دیگه نمیخوام شریک کارای شیطونی تو باشم. از اینجا برو بیرون، گفتم برو بیرون. پاشو. آره خواهد به جایی رسیده که باسه من زبون درستی میکنی؟ آهای بچه خیلی احمقی بدبخت بیچاره. چی شده با هم دعواتون شده؟ دیگه زهره حق نداره از این خونه بره بیرون، ممکنه دست گلی به آب بده. خیلی خب، میخوای حسابشو برسم؟ نه، تو خونه آزاده. بری خب، حالا دیگه تنها شدیم. خوش کرده میرین چه بیرم کنم چه شده برم کنم نزل پاک بگم روحاتم بزن. کاری باید ندارم که خیلی خب بکشر کنیم.
عشقم فروزان به
از قد و بالم ریزه ریزه در میریزه واسه دل بردن از تو از سرابم در میریزه ریزه ریزه در میریزه ریزه ریزه در میریزه چقدر این قلب همیزه چقدر عشقت عزیزه که دل از من میپریزه ببین چه خوشگله این قد و بالا ببین چه ناز داره این چشم شلا بیا سوزم از با عشق سوزان که در قلبت شبد عشقم فرولا که در قلبت شبد عشقم فرولا